همیهنان گرامیم، پس از پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس، هزاران هزار تن از جوانان در شهرهای مختلف ایران از خونه ها بیرون اومدند و ابراز شادی، رقص و پایکوبی کردند. فرصت بسیار مناسبی بود برای جرقه قیام بزرگ، حرکتی خودجوش بدون هیچ گونه هماهنگی. راهبندان ایجاد شد بلافاصله در شهرهای بزرگ و جمهوری اسلامی در واقع حرکتش مختل شد. نظام فاسد از هر گونه تجمعی حتی برای ابراز شادی به شدت میترسه. اگر نمیترسید اینترنت رو قطع نمیکرد، اگر نمیترسید یگانه ویژه رو تا جایی که تونست به میدان نمیفرستاد، اگر نمیترسید همانند برخی نقاط تهران گاز اشکاور به مردم نمیزدن برای اینکه متفرق بشن. اونها از هر تجمعی میترسن چون قدرت مردم رو میدونن و میدونن تجمع ممکنه چه قدرت غیر قابل شکستی رو ایجاد بکنه. از این تجربه باید استفاده بکنیم. فینال فوتبال پرسپولیس در راهه، چه برد چه باخت. آزادی خواهان در سرتاسر کشور در رقص و پایکوبی ابراز شادی حضور داشته باشیم، در جایی که امکان پذیر بود برای جرقه قیام آزادی، ضربه نهایی به آخوندهای حاکم استفاده بکنیم. دیگه مثل سابق نیست. اینترنت قطع شد ولی کسی نترسید، به خونه ها بر نگشتند و مانع حرکت نشد. در صورتی که حرکت مردمی باشه کسی نمیتونه کاری انجام بده. در صورتی که حرکت خودجوش و آتش به اختیار باشه اینها غافلگیر میشن. از این فرصت و از هر فرصتی برای آزادی استفاده بکنیم. کشور در شرایط حساسی هست و ما هم باید از این فرصت‌هایی که ایجاد میشه به نحو احسن برای آزادی استفاده بکنیم. دیگه منتظر نباشیم اینترنت هست یا نیست. دیگه منتظر نباشیم که فراخوان داده میشه، شده یا نشده. همین حرکت‌های خودجوش میتونه مبنای قیام بزرگی در سرتاسر کشور باشه. از این حرکت‌ها استفاده بکنیم، به ویژه در فینال فوتبال پرسپولیس. اونها میترسند چون قدرت تجمع و گرد همایی سرتاسری رو دارن. میترسند به همین دلیل تفرقه ایجاد میکنن. میترسند به همین دلیل میخوان بین مردم ایران رو به هم بزنن و ما رو رو در روی هم قرار بدن. قدرت خودمون رو بدونیم و برای ضربه نهایی علیه آخوندهای فاسد ازش استفاده بکنیم. پاینده باشید.